این رولی که تبلیغات است که هفته پیش میانی سامانه های اجتماعی چرخ میزد که سابقه‌داران ورزش را در نمود گشتین جدا به قهرمانی جهان دعوت میکرد. این مسابقات از روی کاتگوریا پهلوانان را وابسته به سن و سالشان میانی هم جمع میآورد. از تاجیکستان هیئت مکمل به چمپیونات سفر برگردید. قهرمان برنامه مونیس یکی از اعضای این دسته محسوب میشود که دستاوردش ما را برای آماده کردن این برنامه به تالار بود. آیت الله قمر، سال تولد 1990، سنه تولد 3 انور، نماد ورزش گوشتین های ملی سمبو و جودو، استاد ورزش مربیان ظریف نظری، عزت خدایف و عبدالفیاض عبدالجلیلوف. دستاورد ها: برنده نشان طلای مسابقه های جمهوریوی اوید به گوشتین ملی گوشتینگیری، غالب و جایزه دار مسابقه های گوشتین جودو و سامبو، جایزه دار مسابقه های بین المللی اوید به گوشتین سامبو، برنده نشان برنجی چمپیونات جهان جودو میان سابقه داران. ناحیه زیبا منظر مومین‌آباد، ناحیه‌ای که در بلندکوه‌ها جا گرفته است و با باد و هوا و منظره‌های دلنشینش کیها باز نام برآورده است. ماست قله‌های دلنشین و کوه‌های چیل دختران این ناحیه برای اکثر نفران آشناست. پهلوانی و جوانمردی برای ساکنان این ناحیه دوردست کشور شغل بابایی بوده. جمله پهلوانانش با هنر شایسته‌شان در تاجیکستان نام برآوردند. دوران کودکی آیت الله نیز در پیروی از کار بابا و گذشتگان در چنین مکانهای پهلوان پرور گذشته، محبت گوشتین را بعد تماشا از مرکه های درویشانه که در عرفه جشنهای بهاری برپا می شد در دلش جای نمود. او پیوسته به میدان می رفت تا گوشتین تماشا کند و همین سبب گردید که آهسته آهسته خود واردی این عالم مردانگی شود. این کودک خردسال بعدی وارد شوی به میدان خود شیدای گوشتین گشت. زاده ناحیه مومین‌آباد از آوان کودکی، پدر و بابایان من بر گوشتین ملی شوق و رغبت زیاد داشتند، پهلوان بودند. این شوق و رغبت از پدر و بابایانم و میراث مانده است. همین شوق و رغبت بود که ما با گوشتین ملی در آمده سر کردیم. تا دوران دانشجویی در ناحیه در مسابقه های بین دهوی برآمد میکرد و راهش را به مسابقه های جمهوریوی کشاده مینمود. بعدم به شهر کلاب آمده در تالار ظریف نظریف سالها مشق کرد. در این دوره تا جای در نمودهای گوشتین ملی گوشتینگیری و سامبا به نتیجه های نظر از نایل گردید. اولین مربی که مرا درس داده است، من دانشجو در شهر کلاب شدم تحت راهبری استاد نظریف ظریف. طول 6 سال مشق و تمرین خود را دوام دادند و بعدا به شهر دوشنبه آمدم تحت راهبری استاد عزت خدایف. تا حال مشق و تمرین را دوام داده ایستادم. من مینداری خود را با استادانم ظریف نظریف، عزت خدایف، عبدالجلیلوف عبدالفیاض میرسونم که برای من بسیار خدمت های ارزنده کردن که ما با این دستاورد ها نایل گشتیم. ری ورزشگرو، انا امروز انا آیت الله را تبریک میکنیم که با ما در چمپیونات جهان پرچم تاجیکستان را برداشت و از سزاوار مدال گشت. این مدال، این مدال نه اینکه همه ورزشگرای خود ما، تمام کلی ورزشگرا و تمام مدال تاجیکستانی ها است که در روز جشن 9 سپتامبر این تحفه بهترین بود که برای ما از چمپیونات جهان مدال گرفت. براش یک قرصد میزنیم، تبریک میگیم. دایدی
این تالار ورزشی در شهر دوشنبه است. اینجا مربی جوان عزت خدایف برای شاگردانش مشق می‌دهد. آیت الله قمر یکی از شاگردان فعال است. سالهای اخیر آیت الله در این تالار یک جای با هم تالاران برابر عزت خدایف تمرین می نماید. اکثر دستاوردهای او از همین تالار سرچشمه گرفتند. حالا می رویم به تماشای چند مسابقاتش. گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری، گوشتین هایی که سر تا پا پر از مخلص، مکان های جالب و دیدنی که کس از تماشا و مکانش راحت می برد. مومن آباد نیست دائما مکان این گوشتین هاست که پهلوانان گوشاوکنان را به میدان می آورد. آیت الله جمله آنهایی است که در این گوشتین ها برآمد می کند، مخصوصا گوشتین های زادگاهش را هیچگاه به رقیب نمی بیند. اولین مرتبه گوشتین ملی چمپیونات تاجیکستان در ناحیه مومن آباد گذشت، یاد بودی استاد شیراولیو بود. من در آنجا به نهایت جوان بودم. در آنجا من با مقصد مدال نه، با مقصد تجربه خود را زیاد کردن اولین مراتبه اشتراک کردم. من با واخوری فینالی برآمدم با همراهی سرابی اکبرشاه، پهلوان سرابی اکبرشاه. من در فینال مغلوب شدم و خاطر تجربه کم. آیت الله قمر در این گوشتین ها پیوسته شرکت می‌ورزد. حالا چند لحظه از نبردهایش پیشکشتون می‌گردد. با میدان برآمدن آیت الله قمر امیدواری های مخلصان را برای اشتراک در مرحله نهایی و سازمایی مکافات اساسی شاه جایزه بیشتر نمود. این بود که او با یک حرکت جالبش رقیب را شکست داد و با آسانی راه مبارزه را با رقیبان دیگرش ادامه داد. هرچند که با ما ثبت دیگری رقابت هایش میسر نشده باشد هم، اما بیننده زکی خوب احساس می نماید که ترتیب نیروسنجی اول و ملکه کسبی پهلوان امیدبخش مملکت را می توان در میدان گوشتین چین دختران پدیده ارزشمندترین میدان ارزیابی کرد. از نگاه من پهلوانایی که گرفتن من شاه جایزه بهترین شاه جایزه ها بود، 6 تا شاه جایزه بود. اصل بگم که یگون کم بودی نه، برآمد پهلوانای نامی همی مثال جمهوری بودن، از وند بودن، از پومیران بود، دوشنبه کلوب بهترین پهلوانا گوشتین گرفتن. چقدر که مهر و محبت قوه داشتن صرف کردن. ما بسیار خرسند هستم که خیلی زیبا منظره حیات مونده. یکم بار من هم کلوب باشم، یکم بار من خرسند هستم. پهلوانای نامی بهترین جمهوری در همین مومن آباد بود. همش شما پیشنهاد کرده، گوش کردیم، همه دیدن. همین دائما سربالند باشیم. بجز از گوشتین های ناحیه، آیت الله اینچنین در گوشتین های ملی شهر دوشنبه، وحدت و منطقه های دیگر برآمد نموده است و بارها دست بالا گشته است. در مسابقه های شهری جمهوریوی آید به گوشتین سنبانیس، آیت الله چی میانی کارمندان ساختارهای قدرتی و چی ورزشکران جوان برآمد نموده است. او غالب و جایزه‌دار مسابقه های مذکور است در نمود سنبو. سالهای اخیر ما در بیشتر چمپیونات های جمهوریوی آید به گوشتین جدا آیت الله را میبینیم. هرچند میان جوانان و چهره های تازه گوشتین برای آیت الله در این مسابقه ها برآمد کردن مشکلی دارد، ولی به همه نگاه نکرده او در وزن های بالا برآمد کرده به مقام های افتخاری میرسد. آیت الله قمری سرچشمش این از گوشتین ملی می باشد که در گوشتین ملی در جشن نوروزی می بینیم که او چه قوازمایی می کند و شاه جایزه که در مومن آباد گذشت دیدیم که چه اونجا سازوار جای نمایان گشت و شاه جایزه افتوموبیل بود و او افتوموبیل را رئیس ناحیه مومن آباد تبریک کرد. و در مسابقه هایی که جودو می گذارد، در مسابقه های چمپیونات های ریسپوبلیکا می گذارد، در اونجا هم سازوار جای نمایان می گردد.
برای محمد جلیل‌زاده که آیت‌الله هم حق استادی و هم برادری دارد، برای یکدیگر در گوشتین‌ها دائما بهره هم مخلصی می‌کنند. البته این حالات های می باشند که تمام ورزشکارانی که در یک مجموعه یا در یک کلوب مش میکنند، تمام ورزشکاران هم دسته خود را هم تیم خود را دستگیری میکنند، ولی ما بغیر از در یک تیم مش تمرین کردن همون ما بیشتر پیش از این هم یک دیگر را میشناختیم و بسیارتر چه خیلی که گفتم که آیت‌الله ما را با دیگر با گوشتین های ملی سفر برمیده ما خورتر بودیم و اون کس گوشتین میگرسن و ما او را تماشا کرده از او چیزه، یعنی هیچ چیز نباشد. من باور دارم که یکی از ذره هایی که همین عشق گوشتین که در دل من پیدا بشه از گوشتین های اون کس و از گوشتین های دیگر برادرانی که ما را سفر بر میکردن و گوشتین های خود را نشان میدادن و من از اونها آموخته تا به امروز آمدیم و دستگیری تا حال مونده است و ما باری هم در مسابقات ها با یکدیگر رقابت نکرده ایم و دستگیری حتما می شود. وقتی شما گوشتین میگیرید تماشا کنید، البته این علاقه این گپ دیگر می باشد، چون که اکبر اطلاع من باور دارم از من بسیارتر و حسیت داده می شود، چون که اون کس کلانتر می باشند و چخیلی که می دانه زیادتر می فهم و در وقتی این ورزشکار با بلوی گیله می براید و نه صد فایزی گوشتین خود را گرفتن هم می تواند و این می تواند که از چیز ترس از اون که یگان چیز با او ممکن است که با یگان چیز روی دهد که یگان چیز را بیند که گوشتین خود را با پورگی گرفتن تواند، ولی آدمی که از بیرون نگاه میکند و این آدمانی که بیرون در بیرون میستن اونها نیست همتیمان و معلمان تو می باشند، برادران تو و اکبر اطلاع من چه بارها اهمیت داده بودم بعد از کامیره های بعد از ویدیو ها از چند جاها با حسیات داده شده از جایش را میپردن و ما رو دستگیری میکردن و این برای من خیلی یک دستگیری زیاد میداد و ما خیلی خرسند میشنم. یک اصول معروف او با زبان روسی بیشتر میان پهلوانان معروف است که این را مدلیتسا میگویند. این اصول برای خلیل‌زاده صبحی‌الدین خیلی آشنا می باشد. این اصول های دوستاشه آیت‌الله قمری مدلیتسا باشند. حال من دید که این اصول رو نشان میدم به شما. این اصول من خود حالا اجرا کردم، این اصول رو با حریف آذربایجانی اگر اجرا میکرد آیت‌الله قمری سزاوار جای اول میشد. نبرد دوستان گوشتین گرفتن سرد و جان بیدوما دارد. رجبلی هم پهلوان یوزاری بسیار یک همون عملی که آیت‌الله قمر استفاده میبرد هم را به کار برده ایستاده است. اما ادامه نبرد میان این پهلوانان بین سابقه دارو بود که این آیت‌الله قمری از همه جوانانش همی از سین سال 30 ساله تا 34 ساله بود که در اون مسابقه می دیدیم که همین مسابقه که گذشت در همین سین سال همین پهلوان هایی که گوشتین گرفتن اینها در همین چمپیونات های گران پری گران سلام گوشتین می گیرند، نه اینکه یا گوییم که اینها پیر بودن یا که سین سال رفته بودن، یا همه جوان بودن از 30 تا 34 ساله. با یک شیدو نبرد آیت‌الله قمر و رقیبش ماتوس ادامه دارد. رقیب را از میدان بیرون کردن می شود. شاید شدوی نوبتی برای ماتوس نشان داده شود.
برای برآمدن است. تاتامی و اکنون آیت الله امکانیت دارد یک قدم پیش می رود نسبت به رقیب، همین شوای هجوم را باید زیادتر نماید. ولی احتیاط هم باید کرد. اوه وزاره، بله اکنون این پیروزی برای آیت الله قمر به دست آمد. وزاری علکه برای او پیروزی است و او این پرتافت خود را همان اصولی که قبلا رقیبش نشان داده بود، در یک رقیبش که دائما از همین اصول آیت الله استفاده می برد، بالاخره او پیروز شد. و حالا تصدیق این وزاری اگر از جانب داور مرکز بله اعتراف شود و این برای جای سیوم آیت الله این شام گوشتین خواهد گرفت. زحمت و تلاش پیشوای معظم ملت به دست آورده است، این فراموش نشونده است، برای من تاریخی است. من مقصد گذاشتم که در همین روز من باید مدال به دست بیارم. من در دور اول آزاد بودم، در دور دوم از پهلوان آذری با شیدو مغلوب شدم و رو هفتاده نشدم، در دور سوم با پهلوان سلاویانی دست بالا شدم و برای مدال برنجی قهرمانی جهان با پهلوان اسپانی خوازمویی کرده با یک اصول زیبا با طریق یوپان من رو شکست دادم، مدال برنجی قهرمانی جهان رو به دست آوردم. حالا خود رو نفسی تازه می برارد و برای هجوم کردن نوبت دیگر آیت الله قمر گریبان رقیب را سخت داشته است و استین رقیب را و برای گریبان پیدا کردن سمت راست حرکت میکند. خیلی عالی هجومی او و پیش است. اوه اینجا هم پرتافت اولی بود، فقط من نمی دونم دوار برای چی اینجا استید میگه، در حالی که رفته استود است و این عکس العمل برای آیت الله قمر وزر می آورد. برای چی باشد که دوار در بین این نبرد توقف اعلام میکند که این قدر خوب نیست. خب اکنون نبرد ادامه مییابد دوستان عزیز. دست و پنجه پهلوان ما برای سمت دیگر، این پرتافتی که دائما اصول دوست داشته آید و این نوبت رقیب را تخت پشت افتاد. اپام اکنون نشان برنجی را آیت الله قمر از قهرمانی جهان خیلی خوب شایسته به دست آورد. در گولونسکوپ جهدش بیشتر بود، فسر کیت میکرد و این شایستگی برای پهلوان ما امتیاز آورد و دست بالا شد. مبارک شد نشان برنجی از قهرمان جهان برای آیت الله قمر. آن روزی که در تاجیکستان جشن بود و مردم سربلند 31 سالگرد استقلالیت را جشن می گرفتند، آیت الله با هزاران امید مدال به گردن آویزان کرد. این مدال آرزو و مقصد و مرام آیت الله بود و ماست در این رویداد تاریخی در این روز برای او نیز تاریخی محسوب می شود. حالا با شکل و متد های نو عزت خدایف برای شاگردان درس داده، از هر یک شاگرد امید دارد که مثل آیت الله دستاورد می آورد. ما برای آنها بردباری و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا داریم.